سلام امامان. ببخشید آقا من بعد موقع مزاحمتون شدم. نه آقا خیالتون راحت باشه، جایی نسوخته. نه جای آتش نگیر. عرض میکنم خدمتتون یه لحظه اجازه بدین. بله. نگران نباش. این مشتری آلمانیه بود. جنس فرستادیم. بله. آقا من حدس میزنم که چینی ما رو دور زدن. بله فکر کنم رو هوا زدنش. صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. دخترم بگو کامرا این چایو برام بیاره. رو میزتونه. ممنونم. مطمئنی؟ بله، آمارشون رو از تو سایت درآوردم. اسم شرکت آلمانی هم تو لیست مشتریشون هست. باشه. مگه
مگه تو چینی بلدی؟ آقا بیچاره شدم. حروفشون هم عین خودشون، همشون شبیه همه. تو صبح پدرم در اومد همین چهار کلمه رو ترجمه کردم. بزرینم چیکار دارین میکنین؟ آقا اگه دارین هامبورگو میگیرین ساعت هنوز 7 نشده و همه خوابن. نشده که نشده، باید بیدار بشه. 30% کارخونه خوابیده. کارخونه رو سیل برده، آقا رو خواب برده. حالا شما خودتون ناراحت نکنید، شاید میخوان هم از ما خرید کنه هم از چینی. آقا رضا کی میخوای بزرگ بشی؟ زدن رفته. به بچه‌ها که نگفتی؟ نه هنوز چیزی نگفتم، ولی اگه شما اجازه بدیم به مجید و ساید بگم که آماده باشه. باشه. الو چه وقت خواب آقا بیدار شو؟ کارخونه رو سیل برده تو رو خواب؟ اصلا هیچ معلومه از اون دو تا دفتر خراب شده چیکار داری میکنی؟ فعلا برو زدیم، ولی اوضاع ممکنه خراب بشه ساید. تو کی اومدی این بر؟ ببین آمار ما رو با این آلمانیا دقیق در بیار. مجید این کمپینی که داره برای آلمانیا می‌نویسه ناچار می دستی ببرم. چه علل خصوص تحقیقات بازار افتاده؟ نمی‌دونم چی شده. رضا ببین. آقای محمودی کمک، مهندس حریری کمک. آقای محمودی چی شده خانم؟ آقای محمودی یه بار زنگ بزن اورژانس. آقای محمودی حالت خوبه؟ نفس می‌کشی؟ نمی‌دونم. آقای محمودی جونم آجی جونم بابا جان شما برو هیئت مدیره. من برم هیئت مدیره؟ من شما رو بذارم اینجا ول کنم برم؟ نمیشه که. برو نگران نباش. من نه آقا من برم میگم یکی بچه ها برم. من به مجید میگم برو. کاری که بهت میگم انجام بده آجی. من امروز هم بهت میگم برو. چشمش میرم. چشمش با اجازت خدا بهت صحبت. امروز از همیشه بد اخلاق داره. به خانوادش خبر دادی؟ آره. رضا قضیه چیه؟ هیچ. شرکت آرمانیه فرشا رو مرجو کرد. گفتنم بدبخ شدیم که. بگو پس چرا حاجی از وقتی اومده داره پیغام میده این بر اون بر؟ حاجی با این حالش؟ بله دکتر به زور ازش گوشی رو گرفت. کاشانی؟ الو سلام کاشانی جونا. بله من بیمارستانم پیششونم. بله الحمدلله وضعیتشون ثبات پیدا کرده. سر و حالم بد نیستن. من میام اونجا. چشم خدا میرسونم. چشم خدا میگرد. چی میگه؟ خب میسی که قضیه جدن جدیه. کاشانه میگه هیئت مدیره منتظرتون بچه نمیاد. خب معطل چی هستی؟ بگو کجا برم چی بگم من؟ آقا جون مسئله نیست که برو اونجا خونسردی تو حفظ کن. یه طوری که انگار جواب همین سوالا پیشته. اونا به اندازه کافی خودشون استراب دارن. همین سادگیه. خیالت راحت بشه من اینجا هستم. حواست بهش باشه. آره قربونت برم. برو قربونت برو. مادر من چقدر تو ساده ای. پارسال یادت نیست همین موقع گفتی که زمین رو بفروشی؟ من زمین رو این همه زیر قیمت گرفتم فروختم ضرر کردم. شما راضی میشی من ضرر کنم؟ یعنی چی؟ به خاطر خواهره پارسال هم همین کار کردم دیگه. پسرم والان همین زمین رو فروختم 200,000 تومان بالای قیمت. شما من نمیشه خواهر من میزنه. به خدا قسم با همین ته میام نصفش میکنم. غلط کرده.
آقای کاشانی مهندس درست اومدی تشریف بیارین داخل آقای کاشانی مهندس جان بیا بله سلام سلام خوش اومدید مهندس حریچی هیئت مدیره هیئت مدیره مهندس خواهش میکنم با سعادت خیلی خوش اومدی اصلا جای نگرانی نیست صدات نکردیم که ازت توضیح بخوایم صدات کردیم که به توضیح بدی خواهش میکنم در خدمتتون هستم خب آقا ما سرمایه‌مون در خطره ها بس شما دارین دلجویی میکنین یه سوال داشتم این چه قراردادیه که تونستن یه طرف فسخش کنن ها قرارداد هیئت مدیره تایید کرده بدون توجه به مخالفت سریع دفتر ما اسنادش هم موجوده طرف آلمانی اومده بزرگترین خرید فرشش رو در طول تاریخ این شرکت چه بسا در طول تاریخ فرش ایران انجام داده هیئت مدیره هم با تمام شرایطش موافقت کرده من از همون موقع هم مخالف بودم حالا هم دودش تو چش هممون میره به هر حال ما دفتر فروشیم و تابع تصمیمات هیئت مدیره آفرین آفرین واقعا روشای شما هم عالی تره هم موثر تره هم جو عوض شد خیلی بهتر شد جو همین که به راهکاری بسیار خوبی رسیدیم همینجور ادامه بدیم آقا چرا کنایه میزنی؟ ها چرا؟ ما نباید نگران باشیم چرا؟ ما پیش پیش رو پول این حساب باز کرده بودیم خرید کردیم مجموعه رو بدهکار کردیم فسخ اعتراف هم که نداریم که بعد چیکار کنیم؟ بعد پول نقد به طلبکارمون بدیم. بله. دیگه بعد چیکار بکنیم؟ شکایت ازمون میکنن. آبرومون میره، بیچاره میشیم. کارگرا میان تعصب میکنن جلوی کارخونه. اموالمون ضبط میشه. او کجاها رفتی؟ بله، باید پول بدیم ولی سه ماه دیگه وقت داریم. بعد یه کاری بکنیم تو این سه ماه. آخه چطوری درست میشه؟ شما فقط برید توی موقعیت با اسبازتون بازی کنید. یه نقشه راه ترسیم میکنیم. بعد بگین آروم باشین آقا. گر تو بهتر میزنی بستون بزن. مهندس هرچی یه نقشه راه ترسیم کن نقشه راه اگه اجازه بدید من قبلش یه سوال بپرسم جسارتاً شما هنوز پولی رو که نیومده خرج سرمایه‌گذاریتون کردین؟ بله زمین خریدیم قرارداد ساخت سوله بستیم دستگاه خریدیم سوال بعدیت هم جواب میدم بله اگه این ماجرا حل نشه کلا ممکنه ورشکست بشه سوال بعدیت هم جواب میدم آقای محمودی به خاطر همین اطلاعات بود که سکته کرد بالا غیرت تو سکته نکن لازمت داریم سوال دیگه ای نداری؟ شما که بخش فروشین برنامه‌تون چیه؟ عرضم به حضورتون این که یه نفر سفارش داده پشیمون شده پس فرستاده ما هم ناچاریم به یه نفر دیگه بفروشیم راه دیگه هم نداریم همینه آفرین آقا هر مطلبی بود هر کمکی خواستی هر چیزی بود با شخص خودم هم مستقیم در تماس باش موفق باشی شما امر به من ندارین با اجازت همینه دیگه تونست نتونست فوقش زمین رو پس میدیم یه ضرر و زیانی میدیم هم کنار میایم دیگه بله دیگه به همه راحت خب خدا رو شد به خیر گذشت خطر رفت شد ولی خب حاجی باید بستری و جراحی بشه ولی فعلا بی حاجی شدیم حالا ما چیکار کنیم خب معلومه دیگه تا حاجی نباشه کتنی کیه مهندس حریچی همینو کم داریم که مهندس حریچی بشه رئیس کل همینجوری هر روز زودتر از ما میاد و بعد از ما میره مهندس حریچی پیغام دادن که همه برن سر کارش آره برو دیگه آه. میگم که خانم سرخوش مهندس که بیان تو این اتاق کی میره تو این اتاق من میگم بس که این بچه های دفتر آلمان مامان هرسش دادن شیش ماه پیش بهش گفتم عوضشون بکن ها گوش نکرد خدایی شد به موقع رسیدی بیمارستان خب حالا بگو ببینم خودت چطوری پسر جان خوبم ممنون تعارفی نپرسیدم رضا واقعی واقعی راستش هنوز گیجم وقتی آقای محمودی افتاد یه لحظه یاد بابا افتادم کاش اون موقع بلد بودم خدا رو شکر دیگه الان بلد شدی راستی کریم خان دوباره با پسرش دعوا شده با کدومشون؟ امیر علی وعید که با باباش خیلی وقت طرف میتونی بازم سر نقاشی شما مگه نگفتی اینا کنار اومدن که این نقاشی بکشه چی میدونم بدن پسر از یه وقتی به بعد همش کلکلی شده هنوزم نشده با هم دست بشینم برام بگی وقتی فهمیدم میگم لطفاً کسی چیزی نفهمه نمیخوام جو مجمع متشنج بشه این سکته به اندازه کافی همه چی رو بحرانی کرده لطفاً اگه چیزی به ذهنتون رسید حتما به من بگین همه فکراتونو بکنین تلاشتون رو بکنین من منتظرم خودت چیکار میکنی؟ وقتی تو تاریکی یه هیولا داره بهت حمله میکنه تنها کاری که میتونی بکنی اینه که تو هم تو تاریکی بهش تیراندازی بکنی مطمئنم اینو عقب تمرین کرده باشو بدید باشو مطمئنم فعلا کن مجید باور کن اینا رو میره حفظ میکنه چی چی الو سلام مهندس هرچی هم نه فرش نمیخواستم برای نه
حالا به آلمان بود و اروپا بود بهتر. آقا سلام ارشد، حریر چی هم؟ فکر میکنی کسی ها میشناسین که خرید فرش داشته باشه؟ نه نه خرید نداریم، من یه جنسی دارم سمت اروپا. آه بله، شما دیگه فعلا کار نمیکن. زباله تو راه رو گشته چرک و جرقابه، آخرش گیر خواهمت انداخت تا پشیمان شوی از این حرف. زرشک پلو با مرغ مادر جون. یعنی اینقدر حالت بده؟ مادر بحث اعتبار، بحث آبروی کارخونه است، بحث سهام علکی که نیستش که. نورم صاف افتاده رو پسرت. هیچ چیزی به جز زرشک پلو با مرغ حال منو خوب نمیکرد. به خانم آینده هم نگو که آشپزی اعصابتو آروم می‌کنه. بفهمه یه کاری می‌کنی که هر روز اعصابتو خرد کنه. مامان چیزی شده؟ خبری شده؟ باز کسی رو به کسی معرفی کرده؟ آخه من که میدونم تو نداره چیه. به همه هم گفتم هیچگی هم حرف نمیزنم. تو نه هرچه قدم که دختر درست درمونی باشی تحصیل کرده خانم. اصلا من خودم اجازه نمیدم. تو هم که نیاز نداری، خودت از خودت نگهداری میکنی. ماشاءالله باشی مادر جون، من به این راحتی یا دم به تله نمیدم. دختر هر چه قدم کمالات داشته باشه شما از طرف من بگو نه. سلام آقا، صبح بخیر. آقا مهندس، ان شاءالله روز خوبی داشته باشی. آقا خیلی مخلصیم. عرضم خدمت شما که چر میشی کامران جون، چطوری؟ آقا مهندس، بالاخره تشریف آوردی این ور دیگه. میگم آقا ما رو فراموش نکنی ها. با این وام ما موافقت کن. بده ما یه ماشین بخریم، بندازیم زیر پامون، بعد دیگه به موقع زودتر. شما بزن گوشه؟
حاجی که برگشت سفارش تو بهش میکنم. باشه قبول، حاجی بر میگرده. ای والا داری داشت رضا، همه جا پیچیده محمودی بازنشست میشه. بی خود شلوغش نکنیم، بی خود شلوغش نکنیم، خودمونی شد دست بردار. کامران هم صبح اول صبح اومد یه چیزی به من گفت. آره درخواستش رو داده هیئت مدیره ولی اونقدر جدی نیست. کامران فهمیده تو نفهمیدی؟ رضا تو یه سال دست راست حاجی بودی، اگه جز تو کسی بود توی این هاگیر واگیر فرمونو بدن دستش میدادن. عزیز من اگه به قول تو چیکی باگیر با چیکی باگیر باگیر اگه قرار بود که مثلا من بتونم کاری بکنم حتما منو تشویق میکنم، ولی اینا میخوام ببینن اگه من نتونستم بتونن یکی راحت اخراج کنن دیگه. اخراج کنن؟ داداش من هیچ کارفرمای کارگری که قبل از همه میاد بعد از همه میره که اخراج نمیکنه. از شما دفعه کن رضا چیکار داری میکنی الان؟ هیچی بابا، به هر کس و ناکسی که خودم و محمودی میشناختیم تو تمام نقاط دنیا زنگ زدم برای که بتونم این فرشا رو بفروشم ولی خبر نیست. خوش 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 آخر سر زدم تو کار مسیر کشتی برم چند تا کشور سر رامونه. سعید اگه نتونیم این فرشا رو بفروشیم و برگشت بخوره اوضاعمون خراب بشه. اصلا قمر در عقرب، این ماجرای تعدیل نیرو هم اینو جدی، اصلا نفر اول خودت رو چنان با لگد از این کارخونه میندازم بیرون که اصلا فکرش هم نمیکنم. بله بابا شانس اومده در خونت رو زده، هی داری منفی بافی میکنی. رضا تو این بحران رو حل میکنی، من بهت اعتماد دارم، کاشانی بهت اعتماد داره، هیئت مدیره بهت اعتماد داره، بهتره کن دیگه. عزیز من سایه تو اصلا میفهمی چی میگی؟ الان قلب این بنده خدا محمودی اینقدر فنر پیچش کردن، بعد این بار ما رو آب مونده لنگ در هوا، بعد تو اسم اینو میذاری شانس؟ موندم ولی اینقدر خوشبینی رو من ندیدم. سایه تو بعضی وقتا حرف نزنی هیچ اتفاقی نمیفته، به جای این همه چرت و پرت گفتن بشین فکر کن، فکر کن یه چند تا مشتری پیدا کن که خودمون از قبل نشناسیمشون، فرشم بخوان. بله اینم برای یادآوری. مامانم بفهم. بله تعدیل نیرو، تلفن شخصی. جان هیچ هشتی نه. الو سلام مادر جون، قربونت برم من چطوری؟ برو جرده هم نه؟ نه خیلی تمام شهر ریخته به هم، همه چینا هم نه، نمیخوایی بیم به مادرت یه سری بزنی؟ داری ناز میکنی مامان جونا، اذیت هم نکن، شما که همین چند وقت پیش میشه من بودی. چه خبر؟ هیچی کریم خان امیرعلی دوباره زدن به تیپ اتاپ هم. شما چه خبر؟ رئیستون موندگار شد یا رفتنیه؟ شکر الحمدلله. آره دیگه جراحی و بحران و دو سه شب اصلا درست نخوابیدم مامان، اصلا دارم قلی بلی میرم. ولش کن این دایی ما چرا دوباره قاطی کرده؟ این که چند وقت پیش با این پسر دعوا شد. ماما من میگم اصلا با این راضی صحبت کن، با این پسر دو سه روز پاشم بیام پیش شما، اینجوری هم آتیش دایی بخوابه هم شما تنها نباشی، چطوره؟ شب بخیر آقای منصوری. آقا چقدر شعر قشنگی شما پایین نوشته بودید واقعا. افسوس که اثر نکرد آقای مهندس. متاسفانه. ببینم دیشب شما کجا بودین؟ دیشب من متهم و دستگیر کرده بودم ولی شما نبودید. من واقعا عذرخواهی میکنم از حضورتون، شما بفرمایید کدوم واحدم، من برم باشون صحبت. الان میریم سراغشون. نه آقای منصوری من کار دارم، به خدا من تو کار دارم آقای منصوری. طولی نمیکشه آقا. من کار دارم آقای منصوری. من فیلم گرفتم. بله من میدونم. مشاهده کنید رد پای لکه ها. بله به وضوح تا دم در. بله قابل تعقیبند. مشاهده کنید. خیلی خوب باشه این رد با حرف زدن. شاید کنید آقای منصوری مردم خوابه نکن آقا. آقا خواهش بگم زنگ سوخت نکن برادر، نکن عزیزم من. قربون شما آرموش نفس. به 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 سلام آقای رجبی. چی شده؟ هیچی نشده عزیزم، اصلا چیز مهمی نشده. چیزی نشده.
یعنی بهداشت ساختمون به نظر شما اهمیتی نداره؟ آقای منصور هیچی نشده. مردم خوابم. من خواهش میکنم، من وقت ندارم دو سه ساعت وایسم اینجا جر و بس شما رو تحمل کنم. آقای رجب قربون شکل ما، شما این کیسه زبالت رو بذار توی سطل آشغال با سطل ببر پایین، همین چه حل میشه؟ این حرفا چی آقا رضا؟ چرا؟ بی خود به ما تهمت نزنید. من خانومم خیلی هم مراقبی. فیلم تو دارم. خیلی خب آقای منصوری ساکت خواهش کنم. آقای رجب قربون برم فیلم تو داره. حالا احمد بدیم کریس قربونت برم. آروم باش آقای منصوری قربونت برم. شما یه باشه بگو همه چی حل میشه. بسه دیگه قربونت. به خاطر شما باشه. بعد چون به خانم سلام برسون. برو تو عزیزم، برو تو کوچولورم ببوس. آقا تموم شد. دیدین آروم شدین؟ آروم شدم. تعدیب نشد. آقا تعدیبم میشه. شما برو تو، تعدیبت میکنه ها. عزیزم شما رو آرامش نفس عمیق. اصلا چیز مهمی نیست، به چیزای خوب فکر کنیم. قربونتون برم. برسم به خوشکم شما تعریف کن. ببین رضا جون من خوبم، الحمدلله آنجیوم هم خوبه، بچه هم خوبن، نوه هم خوبن، حسابم پره، دماغم هم چاقه، فقط یه استرس دارم، اونم کارخونه است. بگو ببینم فرشاد چیکار کرد تا این محموله به مقصد برسه. ما باید بپذیریم که برای تبدیل کردنش به پول یه ضرر رو تحمل کنم. زحمت کشیدی لپ کنا. بگو ببینم چیکار کردی. خلاصش این که اون کشتی که این محموله رو داره میبره توی چند تا بندر توقف میکنه. توی یکی از همین بنادر با تخفیف ضرر محموله رو معامله میکنه. مثلا کجا؟ آفریقای جنوبی. از کجا میدونی فرش میخرن؟ از تو سایت خود چینی ها. ای بد جنس. مشتری غور میزنی؟ یکی زدن یکی بخوره. نشونه علارضادگیمه. شما با آقای کاشانی هم هایی میکنین؟ تو شروع کن. شروع کردم. ایمیلاش هم گرفتم. فقط چند تا مسئله جزئی مونده. یه شرکت هتل‌های زنجیره‌ایه که برای همه هتلش فرش میخواد. آفرین. آفرین. همه هایی میکنم تره تو به هیئت مدیره ارائه بدی. شاید یه ریچه بیرون باز شدی. راستی شنیدی که میخوام بازنشست بشم؟ شنیدم ولی باور نکردم. نه باور کن، دیگه استرس کارخونه برام بسه. دیگه اینجور هرس خودانه برام خوب نیست. خب الحمدلله پولم که بنز کافی دارم. چی همه چی که برای شما پول نیست؟ شما از فرش دور باشی افسرده میشی. نه از فرش دور نمیمونم، گوشی کنار تحرکات خودم رو دارم. اون پسته هایی که هفته پیش فرستادی اونو دو تا کانتین رو فرستادم آفریقا. الان فقط سه تا کانتین سفارش آلمان دارم. آره ژاپن و کره و تی خودت میدونی من 15 سال فقط دارم پسته بار میکنم. آره سفاره زیاده خیالت راحت، فقط زودتر این بارو برای من بفرستیدان جا. با توجه به گسترش سفر جهانگردان ایرانی به قاره آفریقا علل خصوص کشور آفریقای جنوبی، علاقه مردم این قبیل کشورها به محصولات فرهنگی، صنایع دستی و هنری ما روز به روز در حال افزایش. کشور آفریقای جنوبی میتونه نقطه ورود ما باشه به این قاره سیاه. یک کشور ثروتمند و در حال توسعه به چی بیشتر از فرش زیبای دست بافت ایرانی نیاز داره؟ خسته نباشید. همینه
آفرین آفرین مهندس به نظرم اگه خودش گفته که دیگه واقعا کار تموم رضا جان کار تمومه کجاست عزیز من تمومه دیگه داداش رو حرف محمودی که حرف نمیزنن برادر من چرا حرف نمیزنن اونا هیئت مدیرن محمودی هم یه بازنشسته پدر و پسر که نیستن که به جای این حرفا به برنامه‌ات فکر کن تو اوضاع بدی داری صندلی و ریاست رو تحویل میگیری جای آدم کوچیکی هم نمیشینی کارخونه الان داره با 70% ظرفیتش کار میکنه تازه شایعه شده میگن قرار بشه 50% کارگرا عصبی هن. حق هم دارن بس زندگیشونه دارن خرج زن و بچه شونو میدن ای بابا آقا باز شما دوتا که داری منفی بافی میکنی آدم های علکی خوشبین با آدم واقعی میگه منفی باف آقا فرض کن مجید درست میگه اصلا کارخونه داره به فنا میره کی بهتر از تو میتونه این کارخونه رو از بحران رد کنه تو که ادعای مسئولیت پذیرید میشه باید از خدات هم باشه که بذارن جای محمودی بالاخره یه حرف حسابی زدی تو مخلصم داداش مجید کاتالوگ آفریقای جنوبی آماده شد آره تحقیقاتش چطور؟ بچه‌ها رو سپردم که تحقیقات رو کامل تر کنن البته تا الان هم اوضاع بد نیست فکر میکنم میتونیم بازار رو خیلی گسترده دن ساید پس این میشه اولین کارمون تو هم برو یه برآوردی بکن ببین چقدر بودجه میتونیم برای بازار یا تو آفریقای جنوب بذاریم کنار آها این شد رویه این درسته مجید بفرمایین بفرمایین سلام آقا مهندس سلام آقا خیلی مخلصی چه مهندسی اول و آخر همه مهندس ها خودتی آقا مهندس چایی آوردم خدمتتون بفرما نوشی جونت چرا تو استکان حاجی بودی؟ آقا الان شما خودت یه پا حاجی واسه خودت دیگه آقا میگم کی میری اونور آقا مهندس آقا مهندس شرمنده ها رفتی اونور حواست به این وام ما هم باشه دستت در نکنی کامران خیالت راحت هیچ خبری نیست چشم اگه رفتم اونور چشم خواهشن تو هم اینقدر نزد تو گوشت کر شده اصلا نمیشنوی نه نه میفهمم میفهمم خدافز خدافز کر شد رفت بزن دیگه گلو ای بابا این چه وقت رو مدرک شد روز بابا بذار کلا بزن ما بگو زود برامونو ببینیم بابا سلام آقا کاشنی سلام روزت بخیر شما بخیر آقا خوش آمدی آقا این برای خودت خانومه دست شما در نکن آقا این هم برای دختر کنی ممنون سپاس بذارم آقا خوش آمدی آقا سلام آقا
سلام، سلام به همگی، سلام به همه همکاران عزیز. آقا سلام علیکم، خبر کن بیاد. سلام، اتفاق افتاد. سلام استاد عزیزم، چطور مهندس؟ خوبی؟ شما خوشحال. هیچ خبری نیست، این یک دیدار کاملا صمیمی و البته غیر منتظره است. واقعا من اومدم بگم که قدر این مهندس حریفچی ما رو بدونید. من چرا؟ چرا نه؟ ایشون انسان بسیار شریف، شایسته و خلاقیه. بله، بله، و اجازه بدین. خواهش. این گوشی داره. کردم کسی با من کار داره به شما زنگ زد. این پاداش هیئت مدیره است. به جناب مهندس برای ارائه راهکار خلاقانه. مبارک. برای ایشونه. مهندس خلاق. ما اینجا به خلاقیت بها میدیم. تشویق داره. واقعا من کاری نکردم آقای کاشانی. من وظیفه‌م کافی، حالا هم برگردین به سر کارتون، بتالت بسه، کار کنید کار. آقا واقعا نیازی به پاداش نبودم، وظیفه من انجام دادم. پاداش که برای تو نیست، فقط برای همه است. انگیزه میده که هر کی از خودش کفایت نشون بده پاداش میگیره. تو هم از این استفاده کن، لذت ببر ازش. فردا ساعت 9 دفتر من. آقا من هر روز 7 سر کارم. منم 7 سر کارم، من تا 7 تا 9 فردا جلسه دارم. کجا؟ برو بشین تنبلی بسه، برو بشین فرش بفروش. چشم چشم چشم. آقا بزنید یه چیزی میگم. چی شد از چی نشد؟ واقعا شد فردا تا ساعت 9 برم دفتر جلسه. ساعت شیرینی رو افتادی. چی نبداره نه به بار شیرینی. بابا پولش هم رسیده، من اون پول توپو باید یه دست کت شلوار رسمی هم بگیری نونواشی. بابا تو اول لفظ منفی نیا دیگه. حالا همه این حرفا به کنار، آمادگی شو داری؟ آمادگی چیو؟ ای بابا ریاستو دیگه. ای بابا من چه بکنی؟ آقا نمیخوام ته دلتو خالی کنم، ولی چون میدونم خودت هم به این موضوع فکر میکنی، ناچارم بهت یادآوری کنم. رضا جان، موضوع مغازه نیست که اگه ورشکست شد فقط خودت زمین بخوری. صدها نفر آدم زندگیشون وابسته به این کارخونه است. ببین، من وقتی اومدم تو کار بازار 18 سالم بود، 20 سالم که بود مغازه بابا رو باخت دادم. از اون موقع تا الان منتظر همچین فرصتی هستم که سرم بالا بگیرم بگم من مردم. پس مطمئن باش خراب نمیکنم. من جونم هم بره نمیذارم برای سر کارخونه بیاد. درسته آسون نیست، ولی من ببین چه اون 20 ساله که نیستم که. خدا رو شکر. فقط خواستم بهت بگم فردا نگیرم. حسه بلا داداش، برو جلو که ما پشتت. حسه تو بردار. آه حساس جلی ها. آقا یه دقیقه بایستا، یه دقیقه بایستا. خیلی خواه ترسیدم بابا جان. چیه ساید بابا؟ آقا جون ساید بایستید دیگه. بایستا نه. من برای ریاست دین رو میپسند. آقا این ماشین اصلا به درد نمیخوره، این مال جوونه. چرا؟ نه. قیمتش گرونه؟ اینم که سفیده. بیا 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 اینجا. هشت بی سی تومنه دیگه بابا. اصلا به درد نمیخوره. بیا اینجا. آقا خوبی؟ سلام. سلام علیکم. قربونت. قیمت این ماشین چقدره؟ 155 میلیون تومان. 2015 من گوش نمیخوام. من 2000 تومن هم کار کردش ماشین بدون خط و خط. واقعیه؟ بله کار کردش واقعیه. کلاس مدیریتی هم داره. مدیریتی؟ آقا اصلا بیا اینجا داشت دیگه. ببین اصلا چی گفتی مدیریتی؟ من مدیر هم اصلا خرید نه، من قصه خرید نرم گفته باشم. به فکر اون مدیر شده. بله. بهش هم میخورم. آقای مدیر. بله. سایدش هم دارم. میگه شرایطش آقا بهلش شما بپسن، ما در خدمتتون هستیم. ببین بوغم داره رضا جان. اینم بوغش. یعنی ببینو من منتظرم اینو یه جلسه بذارن از من بپرسن طرح چیه. 45 دقیقه یه نفس از ایده هام براشون میگم، حرف میزنم. 45 دقیقه بابا تو 45 دقیقه همه خوابشون میاره. کلا تو 2 دقیقه باید جمعش کنی بره. کی به تو گفت نظر رضا جون؟ استثنا این بار درست گفت. مختصر و مفید بگی اثرگذارتره. تو تاییدش میکنی؟ این یه بار رو اجازه بده. خود فکری فقط به خاطر مجیدا. ولی بچه‌ها من منتظر ایده های نو، ایده های جدید، ایده های بهتره کن. بعد اصلا زندگی این کارخونه رو از این رو به اون رو بکن. تو بفهم حالت راحت. اون ایده ها پیش من آماده است. آماده است. تلفن‌دانش هم با من. دست بر. صد دفعه گفتم بدم میاد دست میذاری روشون. آقا ببخشید. حساسیت دارم جونم. میگن که موجودی کارتتون کافی نیست. کاشانی. کارت خالی داده به. داش مشکل نره، مشکل نره. من حساب میکنم. ایشون حساب. بله بله. بفهم. الان کارتو واقعا. آخه تو دیروز کارت من دست تو بوده، تو موجودی داری نهایتا باش چه میدونم متروی بری بی آر تی سوار شی چه میدونم. کارت الان کارت بانک داری تو. اینو صفرش کن، ما بقیش هم از این بکش. آقا چه گیری دادی ها؟ این خونه خونه پدری ماست، رو به جنگله. این خونه رو ما نمیفروشیم.
پول داری بذار من یه طور نش ببرم اونجا، خونه های خوب، ویلای خوب. آره آره این پول تو که ویلای خیلی قشنگ 2300 میلیون. ببخشید آقا جانم، شما میدونید دفتر مرکزی شرکت کجاست؟ بله تشریف بیارید راهنمایی کنم. بفهم خیلی ممنون. جسارتاً برای استخدام تشریف بردیم؟ بله. مبارک. خانم اسدی تازه بازنشسته شدن، خیلی همکاری خوبی با آقای کاشانی داشتن. خانم اسدی؟ بله، منشی شخصی آقای کاشانی بودن. اگه شما بله سلام آقای کاشانی. بودو دیر کردی بودو. نه 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 دیر نکرد. بیا بیا مشغول شو بودو. چی کار میکنی؟ تو بذار. این چی هست؟ طرح تجاری جدید پیشنهاد کردن. پازل 500 تیکه 1000 تیکه با طرح فرش. تو اگه برام جذاب بود که سرمایه گذاری کنی. حالا براتون جذاب هست؟ من که عاشقشم. علی کاری که با تو دارم جانم. میدونی که مجموع ماهنشان از تو رضایت کامل داره تو تمام سطور. میدونی یا نمیدونی؟ بله. بخاطر همین میخوام یه وظیفه خطی رو بهت واگذار کنم. من تمام قد با تمام توانم انجامش میدم. ایده دارم، فکر دارم. خیالتون راحت. من خبر داشتی تو یه حدسایی از همین زرنگیته که خوشم میاد. کار منو راحت کردی. بدون مقدمه میرم سر اصل ماجرا. تشریف بیاری. بفرمایید لطفا. بفرمایید. سلام عرض شد. خانم دکتر قاینی، مهندس حریچی. مهندس حریچی، خانم دکتر. خانم دکتر زهره قاینی قراره به زودی جای خالی جناب محمودی رو برای ما تو کارخونه پر بکنن. ایشون تحصیلات دارن، خلاصه از هر انگشتش هنر میرسه. تو زمینه بازاریابی فرش خیلی تحقیقات داشتن. قرار شما زمینه آشناییشون رو با محیط کارخونه فراهم کنید دیگه به سلامتی. از همین فردا ایشون کارشون رو تو کارخونه شروع کنن دیگه، با همکارا آشناشون بکنن که دیگه